three important words in marriage. به نظر شما در یک زندگی زناشویی سه کلمه مهمی که تو زندگی وجود داره چیه؟ Three important words in marriage. سه کلمه مهم در زندگی. همه ما امکان داره باز تفسیر بکنم اون رو. I love you. دوست دارم. مجدداً اون رو شاید باز بیایم به راحتی و لذت و شیرینی اون رو تفسیر بکنیم. در حالی که با همدیگه امشب مروری خواهیم کرد که این three important words in marriage، سه کلمه مهم در marriage چیه که همونطور که گفتیم سعی میکنه فراز و نشیبها و اون چلنج های زندگی مخصوصا بین زن و شوهر کمی رامتر بکنه، صافتر بکنه که بتونیم بهتر اون پیوند رو که شروع کردیم رو ادامه بدیم. دکتر که بعداً در موردش صحبت خواهیم کرد این سه کلمه رو اینچنین تفسیر میکنم. Three important words in marriage. سه کلمه مهم در ازدواج. اولیش با آی شروع میشه. You are right. من. دومین کلمه چیه؟ I am. و سومینش چیه؟ I am sorry. کسی که بتونه پیروزانه و با اعتماد کامل این سه کلمه رو ابراز بکنه، I'm sorry، من متاسف هستم، I'm sorry، این که اشتباه رو بخواد قبول بکنه و تقاضای بخشش و تقاضای تأسف بکنه، اون سه کلمه مهمه. چرا؟ چون خاطر این که موقعی که انسان میگه I love you، من دوستت دارم، برای نفع شخصی خودش میگه، یک بنفیتی و سودی اون در میونه. اما موقعی که میگه I'm sorry، موقعی که میگه من اشتباه کردم و متاسفم، داریم برای سود طرف مقابل میگیم و برای منفعت او. به همین دلیل اگر ما بتونیم این سه کلمه I'm sorry، متاسفم و یا اشتباه کردم، اگر این رو بتونه انسان در زندگی آوازه گوش خودش بکنه و بهتر، روانتر و راحتتر اون از زبان خارج بکنه، خیلی بهتر و سریعتر در قلب دیگری میشینه و اون کانکشن رو برقرار میکنه. و چون ما به سختی اون رو از دهانمون خارج میکنیم، به سختی هم بر دل دیگری میشینه. هر چقدر انسان یک کلمه رو راحتتر و با نیت کاملتر و واقعیتر و نچالی طبیعیتر بگه، بر دل طرف مقابل خیلی بهتر و طبیعیتر قرار میگیره و تأثیر میگذاره. و همین دلیل شاید ما فکر کنیم که کلمات ما احتیاج به یک موتور توربین داره که بتونه واقعا به قلب دیگران و فکر دیگران رسوخ بکنه و تزریق بشه، در حالی که عکسمون تنها چیزی میتونه به کلام ما قدرت بده موقعی که طبیعی تر باشه و پاکتر و نچرال تر باشه. به همین دلیل طبیعی ترین کلمه‌ای که میتونه انسان رو به دیگران نزدیک بکنه این کلمه است، I'm sorry، من متاسف هستم. این که انسان بعد از اشتباهش قبول بکنه اشتباهی که کرده و در پی ترمیم و اصلاح اون اشتباه در بیاد. خیلی موقع است که دستی میشکنه، اما تا قبل از این که انسان بخواد اون رو باند بیچی بکنه باید اون رو جا بندازه. اگر باشه بدون هیچ نوع اصلاحی و ترمیمی اون رو فقط باند بیچی بکنه و گچ بگیره، اون دست کج با جفت میخوره، جوش میخوره و کج همچنان باقی میمونه. اما قبل از این که بخوایم اون رو باندیچی بکنیم و یا گچ بگیریم، اول اصلاحش بکنیم، اول اون رو دست رو و استخونها، حتی تکای کوچیک استخوان رو بغل هم بگذاریم و بعد گچ بگیریم، میبینیم که مجدداً صاف منظم مانند قبل میتونه شخص از اونها استفاده بکنه. چرا؟ چون قبل از گچگیری یا پنهان اون دست ما اول اون رو اصلاح کردیم.
همینطور هم دو تا اصطلاح هست که یکی جنبه ترمیم داره، جا انداختن داره، و یکی جنبه گچ گرفتن و محافظت کردن. کلمه یا جمله I'm sorry، من اشتباه کردم، من متاسف هستم، این جنبه جا انداختن داره که اول میایم اون اشتباهی که کردیم رو جا میندازیم و بعد تقاضای بخشش میکنیم که please forgive me، لطفا منو ببخش. چون تا قبل از این که ما دست و استخوان رو درست نکردیم، اون شکستگی هنوز اونجا هست و بخوایم گچ بگیریم، بخوایم تقاضای بخشش بکنیم، مثل اینکه یک دستی رو داریم کچتر میکنیم و تازه فرصت درست کردن از اون میگیریم. و همین دلیل هر نوع ندامت یا پشیمانی باید با تأسف و تقاضای بخشایش همراه باشه. به همین دلیل اولین قدمی که بعد از هر اشتباهی انسان باید توی زندگی برداره I'm sorry.